بارانگذاری‌ها و پیامدهای خشکسالی در ایران، خودکفایی در کشاورزی مهم است یا حفظ منابع آبی؟ The salesman, Asghar Farhadi. یک اسکار دیگر برای سینمای ایران، فروشنده ساخته اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی را برد. و نگاهی به حراج آثار هنری در مؤسسه سادبیز لندن. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. در ایران به مناسبت روز ملی آب مراسمی برگزار شد که در آن هم از طرح اهدای جایزه ملی آب سخن رفت و هم از تمر بزرگداشت این روز رونمایی شد. نماینده سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل گفته که اگر ایران برای مدیریت منابع آب و خشکسالی برنامه‌ریزی مناسبی نکند، تا 20 سال دیگر بحران آب بسیار خطرناک خواهد شد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد. این تصاویر سیل و تخریب در روزهای اخیر از شمال تا جنوب ایران دیده می‌شود. اون همش آب زده، دوش همش خراب شده، اموال تا سیل برده، همش نابود شده. تالاب جازموریان در جنوب استان کرمان بعد از سالها خشکی با این بارندگی‌ها پر آب شده است. اما هنوز هامون و بسیاری از تالاب‌های دیگر خشک یا کم آب هستند. جنوب استان فارس با سیل دست و پنجه نرم می‌کند، اما شمال این استان خشک است. اما هنوز عده‌ای میگویند که بحران آب جدی است. در بعضی از استان‌ها بسیار بسیار الحمدلله شرایط خوبی داشتیم، به خصوص در تعدادی از استان‌هایی که نگرانی جدی داشتیم، مثل استان بوشهر، استان هرمزگان. نیمه جنوبی استان فارس بسیار شرایط خوبی داشت، اما هنوز در فارس ما مشکل داریم. در همایش ملی روز آب بیشتر صحبت‌ها مقدمه‌ای بود برای اینکه باید بحران آب را جدی گرفت، اینکه آب چقدر در زندگی انسان حیاتی است. البته محمد حسن شریعت‌مدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، خبر داده که بهره‌وری در منابع آبی 12% بهبود داشته است. در بیانیه پایانی این همایش درباره بحران دریاچه ارومیه، وضع نامطلوب تالاب‌ها، لزوم مدیریت منابع آب زیرزمینی و حتی پروژه فاضلاب تهران صحبت شده است. سرج ناکوزی، نماینده سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل، گفته که بحران آب اگر به این صورت پیش برود، در 20 سال آینده خطرناک خواهد بود. آقای ناکوزی مشکل اصلی را ترکیبی از افزایش جمعیت و تلاش برای خودکفایی غذایی همراه با تغییرات اقلیمی می‌داند، موضوعی که باعث برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی ایران شده است. پیشتر یک نفر هم در ایران حرفای آقای ناکوزی را بارها تکرار کرده. عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، که گفته آب نداریم اما گندم و دام زنده صادر می‌کنیم. آقای کلانتری از تلاش برای خودکفایی در تولید گندم و همچنین صادرات دام زنده برای درآمد ارزی انتقاد کرده و گفته نتیجه آن کار دامن زدن به بحران آب شده است. هنوز میگوید بحران آب موج عظیم مهاجرت و تخلیه سرزمین‌های مرکزی ایران را به دنبال خواهد داشت. اینها تصاویر تالاب‌های ایران هستند. سالها پیش خیلی‌ها می‌پرسیدند وجود مرداب و تالاب چه اهمیتی دارد وقتی می‌توان آب را پشت سد برای کشاورزی و آشامیدن ذخیره کرد. کارشناسان محیط زیست آن موقع می‌گفتند تالاب‌ها آب‌های زیرزمینی را تغذیه می‌کنند. اگر از بین بروند، بحران آب و طوفان گرد و غبار به وجود می‌آید. کسی به نظر آنها اهمیت نمیداد. حالا بیشتر این تالاب‌ها خشک شدند. بحران آب و طوفان گرد و غبار هم به وجود آمده. مثل اینکه وقت آن است حفاظت از محیط زیست را جدی بگیریم. شهریار سیامی، بی بی سی. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، در یادداشتی در وبسایت شخصی خود از لزوم زیست اخلاقی در جامعه ایران حرف زده و در حاشیه آن به آماری نگران کننده اشاره کرده. اینکه در یک سال بیش از 70,000 مورد همسرآزاری ثبت شده که می شود بیش از 190 مورد در روز. او به روند رو به افزایش کودک آزاری هم اشاره کرده. سعیده هاشمی گزارش می دهد. خونه قرار امن‌ترین جای جهان باشه، اما نه برای همه. یکی از جامع‌ترین تحقیقاتی که درباره خشونت خانگی در 28 مرکز استان ایران انجام شده نشون میده که 66% خانواده‌های ایرانی حداقل یک بار خشونت خانگی رو تجربه کردند. وزیر رفاه ایران میگه ثبت بیش از 70,000 مورد همسرآزاری در سال نشون دهنده اینه که خانواده‌های ایرانی به گفته آقای ربیعی باید بیشتر به مناسبات اخلاقی توجه کنند.
به گفته وزیر رفاه، مطابق آمار اورژانس اجتماعی کشور، بیش از 40% از این آزارها جسمی بوده. درباره خشونت خانگی آمار و ارقام دقیقی در دست نیست. خیلی ها برای جلوگیری از آبروریزی و حفظ غرور از همسر یا پدر و مادرشون شکایت نمی کنند. عده زیادی از زنها هم از ترس از دست دادن حق حضانت فرزندشون در صورت ادامه نزاهای خانوادگی سکوت می کنند. خشونت های خانگی فقط فیزیکی نیستند، می توانند روانی و اقتصادی و جنسی باشند. در ایران فقط در مواردی که خشونت ها به صورت فیزیکی و آزار ضرب و جرح بر بدن فرد مشاهده شود، قربانی خشونت می تواند شکایت را پیش مراجع قانونی ببرد. اما در مهمترین پیمان بین‌المللی برای مبارزه با خشونت علیه زنان، معروف به معاهده استانبول، گفته شده خشونت علیه زنان بازتابی است از شرایط نابرابر و بی‌عدالتی علیه آنها. این نابرابری‌ها در خونه به اشکال مختلف مشاهده میشه. یکی از مهمترین اونها خشونت جنسیه. کسانی که برخلاف میلشون ناچار تن به خواسته های جنسی همسرشون میدن. خشونت های روانی مثل توهین و تحقیر، بردن آبروی همسر در مقابل دیگران به هر شکلی. فشارهای اجتماعی هم هست. مثلا فشار بر همسر برای معاشرت نکردن با افراد دیگه. ممانعت از فعالیت اقتصادی همسر. منت گذاشتن برای تامین معاش خانواده. کشیدن یا هل دادن، مشت زدن به در و دیوار یا اشیا. چند ماه پیش رهبر ایران فرمان 16 ماده‌ای برای سیاست‌های کلی خانواده ارائه کرد. تمرکز این فرمان روی آسان‌تر کردن ازدواج و پایین آوردن میزان طلاقه. ولی راهکاری برای کاهش خشونت خانگی، یکی از عوامل مهم طلاق، ارائه نمی‌کنه. راهکار بخش بزرگی از جامعه ایران و همینطور حکومت برای نزاع‌های خانگی همچنان مصالحه و سازشه. این یعنی ادامه روند خشونت خانوادگی در سکوت و پشت درهای بسته، تکرار خشونت در خانه ها و سرایت اون به نسل‌های آینده. فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار سال 2017 را برد. دومین اسکار برای اصغر فرهادی و سینمای ایران. البته او در اعتراض به فرمان جنجال برانگیز مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم شرکت نکرد. انوشه انصاری و فیروز نادری دو ایرانی بودند که به نمایندگی از کارگردان فیلم فروشنده در مراسم حضور یافتند. بهمن کلباسی از لس آنجلس گزارش می‌دهد. شبی خبرساز و پرهاشیه که با کنایه‌های تند به دونالد ترامپ آغاز شد. اگر بعضی از شما امشب بیایید روی سن و حرف بزنین، رئیس جمهور آمریکا فردا صبح ساعت 5 توی دستشویی با حروف درشت درباره‌اش توییت می‌کنه. در دو بخش بازیگری نقش دوم زن و مرد، برای اولین بار هر دو برنده سیاه‌پوست بودند و یکی هم مسلمان. میخوام از همسرم تشکر کنم که تو این فصل جوایز باردار بود و 4 روز پیش دخترمون رو به دنیا آورد. نفس بسیاری از ایرانیان اما برای رسیدن لحظه اعلام برنده اسکار بخش بهترین فیلم خارجی در سینه ها حبس شده بود. اسکار تعلق میگیرد به فروشنده اصغر فرهادی. انوشه انصاری، اولین ایرانی که به فضا سفر کرده، متنی که اصغر فرهادی فرستاده بود را خواند. متاسفم که امشب با شما نیستم. غیبت من به علت احترام به مردم کشورم و 6 کشور دیگر است که با قانون غیر انسانی که مانع ورود مهاجران به آمریکا می شود، مورد بی احترامی قرار گرفتند. او و فیروز نادری روی فرش قرمز اسکار هم همین پیام را داشتند. و اینی که ماها رو اینجوری توی یه باکس بذارن و بگن همه ما مسلمونا یا همه ایرانی ها تروریست هستن، کار اشتباهیه. مطلب کوچیکی خواهید خوند با اثر و آقای فرهادی. کلن واکنش ها چی بوده از وقتی که شنیدید که شما قراره بیاین؟ مردم چی گفتن؟ ایرانی هایی که باشون خیلی مثبت بوده، همه خیلی خوشحالن و واقعا دلشون میخواد که فیلم ببره، که ما یه موقعیتی داشته باشیم این پیامو برای همه بخونیم روی استیج. دومین اسکار برای سینمای ایران و استقبال گرم حاضران از انتقاد فرهادی به ترامپ، اما خبرسازترین واقعه شب نبود. وقتی نوبت به جایزه اصلی شب یعنی بهترین فیلم سال رسید، اتفاقی بی سابقه افتاد. نخست
فیلم لالالند برنده خوانده شد و دست‌اندرکاران آن خوشحال به روی سن آمدند. لالالند. اما چند ثانیه بعد ناگهان گفتند پاکت اشتباه به دست مجری داده بودند و برنده واقعی فیلم مهتاب بوده است. شوخی نمی کنم. مهتاب جایزه بهترین فیلم رو برده. مهتاب بهترین فیلم. ترکیبی از بهت و شادی برای تهیه کننده، کارگردان و بازیگران فیلم مهتاب و میلیون ها نفری که زنده این مراسم را دنبال می کردند، این اسکار را به یکی از خاطر انگیزترین ها تبدیل کرد. بخاری بی بی سی لس آنجلس. 15 دسامبر 2014 یک مهاجم ایرانی تبار به نام هارون بونس به کافه‌ای در سیدنی استرالیا حمله کرد و گروهی از مشتریان را به گروگان گرفت. گروگانگیر پس از 16 ساعت به ضرب گلوله پلیس کشته شد. دو نفر از گروگان‌ها هم جانشان را از دست دادند. حالا یک نویسنده ایرانی در استرالیا رمانی بر اساس این ماجرا نوشته که نشر اینترنتی نوگام آن را منتشر کرده. گزارش همایون خیری را ببینیم. این صحنه ها مربوط به آخرین دقایق گروگانگیری سال 2014 در کافه لینت سیدنی است. نیروهای پلیس با یورش به درون کافه و از پای درآوردن محمد حسن منطقی، گروگانگیر ایرانی تبار معروف به هارون مونس، این ماجرای 16 ساعته را به پایان میبرد. دو گروگان در این حادثه کشته میشوند. حالا جایی بسیار دورتر و در شهر ادلید، ماجرای گروگانگیری سیدنی دستمایه خلق یک رمان به زبان فارسی شده است. شخصیت اصلی داستان که یک مهاجر ایرانی به نام بابک است، همراه با سایرین توسط همان گروگانگیر در کافه لینت به گروگان گرفته شده. یک مهاجر به دام هموطن خود افتاده. رمان که نام آن ناپیدایی است به قلم امین انصاری نوشته شده و داستان فشارهای ناشی از مهاجرت بر ذهن و روان مهاجران را روایت می‌کند. ماجرای کافلین کاری که کرد شاید خیلی از اقلیت‌های دیگه در خیلی از برهه‌های زمانی و خیلی از اتفاقات دیگه تجربهش کردن این بودش که یک توجه ناخواسته و نامطلوبی رو به سمت اقلیت مهاجر ایرانی ساکن استرالیا و به خصوص اقلیت پناهنده ساکن استرالیا معطوف کرد. اینطوری که خبرها هی تکرار می‌کردن این فرد ایرانی بوده و آدم‌ها هی در محیط کارشون، در محیط دانشگاه هایی شاید مورد سوال قرار می گرفتن که ایرانی بوده، کی بوده، چطور بوده و شما به نحوی انگار مسئول پاسخ دادن به اون موقعیت، در مورد اون موقعیت بود. یه جایی فکر کردم که خب پتانسیل خیلی زیادی داره واسه اینکه بهش بپردازم و اصولاً بهانش کنم برای اینکه کانسپت مهاجرت رو به صورت کلی در موردش حرف بزنم. ناپیدایی پنجمین کتاب امین انصاری است و جدا از ماجرای اصلی این کتاب یعنی گروگانگیری در سیدنی، آثار او تجربه های تازه ای از نوشتن بدون سانسور برای نویسندگان نسل نو محسوب می شوند. یکی از اتفاقاتی که برای من افتاد در این 5-6 سال بودنم خارج از ایران و یکی از قول‌هایی که به خودم داده بودم رفع خودسانسوریای توی ذهنم بود، چون من از بیرون الان هیچ نیروی در واقع تعیین کننده نیست که من چیزی رو ننویسم یا چیزی رو بنویسم. یا بر فرض مثال شما تو یک موقعیتی قرار میگیرید که به لحاظ جنسی شاید یک موقعیت برانگیخته به حساب بیاد، جایی نیستش که من بخوام ننویسم توی داستانه خودم. توی این رمان به خصوص من تمرین کردم، خیلی مراقبت کردم که چیزی رو که باید از قلم نندازم. رمان ناپیدایی به توری جانسون و کاترینا داوسون، دو گروگانی که در کافه لینت کشته شدن، تقدیم شده و نشر نوگام در لندن که این رمان را منتشر کرده آن را به صورت مجانی در اختیار عموم قرار داده است. همایون خیری، استرالیا.
27 فروردین در ترکیه همه پرسی قانون اساسی انجام می شود با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهوری و حذف مقام نخست وزیری. نخست وزیر ترکیه از مردم خواسته در همه پرسی رأی آری دهند، اما مخالفان نگران افزایش بیش از پیش قدرت رئیس جمهوری اند. نظرسنجی ها می گویند رقابت نزدیک است، اما آنطور که خشایار جنیدی از استانبول گزارش می دهد، کارزارهای آری و نه از وضع برابری برخوردار نیستند. مردم ترکیه برای رفتن به پای صندوق‌های رأی آماده می‌شوند برای شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی با رأی آری یا نه. من برای حمایت از رئیس جمهور آری میگم. من رأی نمیدم. برای دفاع از دموکراسی نمیگم. هنوز تصمیم نگرفتم. دو طرف موازهشون رو درست توضیح ندادن. رجب طیب اردوغان از همه خواسته در همه پرسی رأی آری دهند. هوادارانش هم کارزار گسترده‌ای را برای جلب توجه رأی دهندگان آغاز کرده اند. این روزها تبلیغات کمپین آری یا کمپین مورد حمایت دولت در همه جای شهر به راحتی دیده میشه. مثل این تابلو که هم تصویر نخست وزیر بر روی اون دیده میشه و هم کلمه اوت به معنای آری. اما تبلیغات برای کارزار مقابل، کارزار نه یا همون هایر به زبان ترکی کار چندان آسانی نیست. مخالفان همه پرسی هم تبلیغات خود را دارند، اما کاربرد کلمه نه چندان مطلوب به نظر نمی رسد. مانند فیلم سینمایی نه ساخته شیلی که از برنامه های یک شبکه کابلی حذف شده، یا بروشورهای نه به سیگار که در قونیه جمع شدند. یک مصاحبه با اورهان پاموک در مخالفت با همه پرسی هم منتشر نشده. همزمان هواداران دولت در شبکه‌های اجتماعی نگویان را به خیانت متهم می‌کنند. به گفته این کارتون طنز، شما یا آری می‌گویید یا تروریستید. این روزها گفتن نه در ترکیه راحت نیست. موافقان اما صدایشان بلندتر است. اما باید دید کدام اردو در جلب نظر رای دهندگان مردد موفق تر خواهد بود. خشایار جنیدی، بی بی سی، استانبول. با افزایش فعالیت رهبران سیاسی جهان در شبکه‌های اجتماعی، آنها به نحوی نقش رسانه‌های خبری را به چالش کشیدند. این رهبران تلاش می‌کنند که از طریق فیسبوک و توییتر مستقیماً با مردم در تماس باشند. اما در افغانستان این شبکه‌ها به ویژه فیسبوک تا چه حد بازار سیاست افغانستان را گرم کرده؟ خبرنگار ما تاج‌الدین سروش گزارش می‌دهد. محمد محقق پیش از صبحانه در گیر و دار هوادارانش است. گاهی در جریان آن و گاهی هم تا پایان روز. محل کافی از استفاده میکنم. او از همین گوشه اتاق تک و تنها نشسته پیامش را به حدود 74,000 مخاطبش میفرستد. در افغانستان همی دموکراسی، همی علاوه اینکه دموکراسی سیاد استاندارد هم نباشه، تحمل بالا برده، توان تحمل ما را هم بالا برده. شاید اگر در 15 سال پیش یک چنین آدمی یک چنین گپی مثلا میزد، خب بسیار عصبانی میشدیم، ولی حالا دیگه نرمال است. فناوری جامعه افغانستان را دارد متحول میکند. کمتر از 2 میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی در افغانستان، بالای فضای اطلاع رسانی در این کشور تأثیری بسزایی داشته است. در حالی که چندی پیش برخی رهبران اسلامگرا و سنتی افغانستان از آن چه ترس از افتیدن این شبکه‌ها به دست جوانان داشتند نگرانی نشان دادند، اما حالا فیسبوک، توییتر و اینستاگرام وارد خانه‌های بسیاری از اینها شده.
واتساپ هم دارم میاره سی پیام از واتساپ هم اومده. در شرایط امروز گرد هم آوردن هزاران پیرو در میدان عمل شاید برای سیاستمداران کهنه‌کار دشوار باشد. صفحتان چند رنگ داره؟ در عوض بسیاری رقابت‌های سیاسیشان را به وسیله رایگان فیسبوک به رخ دیگران می‌کشند. سیاستمدارای لایق مردم دار که از متن مردم برخواسته و با جوانان هم یک جای است. اونا خودشان هم در جمله فیسبوکی هم میکنند. چون فیسبوک استفاده میکنند. مخیر نه ایتو در یک ترس از شوخی بگذارم ایتو در یک ترس وجود نداره. حالا رسانه های اجتماعی ابزار دلپسند بسیاری از رهبران سیاسی شده. اشرف غنی و عبدالله همان قدر در فیسبوک پیرو دارند که تلویزیون های داخلی افغانستان دارد. سیاست و آجنده از مردم بیاید. نه اینکه نه آجنده را به خورد مردم بتن و باز مردم از هر باز بگیرند. دیگه نیت واقعی من فکر نمیکنم تغییر بسیار کلان کرده باشه، ابزارش تغییر کرده بعد توان و این نشان دهنده هوشیاری و قابلیت تطبیق رهبرای سیاسی ما به وضعیت جدید است. رهبران سنتی افغانستان که در گذشته به ایراد و انتقاد به گونه دیگری پاسخ میدادند، امروز در دنیای آزادی نامحدود فیسبوک با هزاران تمجید و تخریبش بیقرار صفحه نمایشی فیسبوکشان را ورانداز می کنند. تاج‌الدین سروش، بی بی سی، کابل. مؤسسه حراج سادبیز در لندن در فروش زمستانی کارهای هنری مدرن مجموعه از آثار را عرضه کرده. کلکسیونی که تا حدود نیم میلیارد دلار ارزش گذاری شده. در این نمایشگاه کارهای زیادی از مجموعه آثار پیکاسو و گوستاف کلیمت عرضه شده. کسرا ناجی نگاهی انداخته به بعضی از نفیس‌ترین آنها که قرار است تا یک هفته دیگر به حراج گذاشته شود. یکی از کارهای پیکاسو به اسم زن برهنه نشسته. نقاشی از دوست دخترش ژاکلین. این یکی از سری نقاشی‌های با این تم که او در سال 1965 کشید. بیش از 50 سال پیش. نقاشی‌های کوبیستی که از چند زاویه به سوژه نگاه می‌کنه. این اثر پیکاسو 15 میلیون دلار قیمت گذاری شده. از پیکاسو نقل شده که گفته وقتی بچه بود مادرش به او میگفت اگر سرباز بشی بالاخره جنرال میشی و اگر طلبه بشی بالاخره پاپ میشی، ولی من نقاش شدم و پیکاسو. این یکی دیگر از سری نقاشی های زن نشسته. این یکی از سال 1953 و این پورتری ژاکلین، عشق آن روزهای پیکاسو، کسی که سوژه خیلی از آثار او بود. کاری از گوستاف کلیمت، نقاش اتریشی، گران قیمت ترین اثر در این مجموعه است. تا 35 میلیون دلار قیمت گذاری شده. نقاشی از سال 1907، بیش از 110 سال پیش، از حیات یک خانه روستایی. دومین اثر در میان گران قیمت ترین ها اینجا این کار است. از نقاش سیاه‌پوست آمریکایی ژان میشل باسکیه که در سالهای دهه 1980 به شهرت رسید و در اواخر همین دهه به علت مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. Well, you've got the face here, which is actually a Xerox sheet, which has been applied onto the painting. So the title. این صورت اینجا یه صورت زیراکسی یا فوتوکپی شده است که به نقاشی چسبونده شده. عنوان نقاشی هم همینه. صورت زیراکسی یا مرد یه چشمی. نقاشی اون لایه‌های زیادی داره، از رنگ و مفهوم و حتی کلمات نوشته شده یا حتی پنهان شده که در مجموع تصویر نهایی رو به دست میده. Creation, but also obscuring until he arrives at the kind of the final image. این نقاشی تا 22 میلیون دلار ارزش گذاری شد.
این هم کاری دیگر از ژان میشل باسکیه اینجا. معروف ترین نقاش سیاه پوست آمریکایی. این یکی بدون عنوان، پورتری از یک مرد سیاه پوست. خیلی از کارهای او تصویرهایی است از قهرمانان ورزشی سیاه پوست آمریکا، کسانی که توانستند از مرزهای نژاد پرستی بگذرند. What we see here is we see Basquiat focusing in on the اینجا باسکی روی سر تمرکز کرده و این چیزیه که در کاراش زیاد دیده میشه، بازی با هنر آفریقایی. اون کسی بوده که از ریشه های فرهنگ آفریقاییش آگاه بوده. پدرش اهل هایتی بوده و مادرش آمریکایی. زمانی ازش نقل شد که گفته بوده خیلی به ندرت نقاشیایی رو دیده بوده که در اون سیاه‌پوستا به تصویر کشیده شده باشن. بخشی از مجموعه کارهای سورئالیستی است، مثل این گل سرسبد از استاد این هنر سالوادور دالی. این نقاشی به عنوان لحظه انتقال از سال 1934. در گالری این تصویر رو می شود با دوربین های مخصوصی به صورت سه بعدی هم دید، که تجربه جدیدی است که وسعت زمینی صحرا را در این نقاشی بهتر به دست می دهد. و این یک کار دیگر از هنر سورئالیستی از پل دلوو، هنرمند بلژیکی. دختران در کنار آب. مؤسسه ساده بیز خودش را برای حراج این آثار تا دو هفته دیگر آماده می کند. حراجی که مؤسسه می گوید فروش در آن شاید به 500 میلیارد دلار برسد. وضع خوب بازار این طبقه از کارهای هنری باعث شده که دارندگان این آثار وسوسه بشوند و آنها را به بازار بیاورند. آمدن این کارها به بازار باعث شده که خودش به رونق بازار کمک بیشتری کند و قیمتها را باز هم به رکوردهای تازه برساند. مثل این کار از هنری ماتیس، نقاشی تنها با 13 حرکت قلم. کسرانجی، بی بی سی، مؤسسه سادبیز، لندن. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.